سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدید به یک دیگه از ویدیوهای آموزشگاه آسمان بلخ بخش فیزیک. انشالله امروز ویدیوی چهارم و درس پنجم باشه. درس پنجم قوانین نیوتن را ثبت میکنیم. اگر تا به حال به کانال ما عضو نشدین، سابسکرایب نکردین، لطفا سابسکرایب کرده از ویدیوهای جدید ما آگاه شدین. بخیر. خب درس امروز ما درس پنجم قوانین نیوتن است. استفاده های قوانین نیوتن و درس گذشته گفته بودیم که قوانین نیوتن در تحلیل قواها مورد استفاده قرار میگیره و ما سه نوع قوا را قبلا خوانده بودیم. امروز نوع چهارم قوا را میخوانیم، قوه اصطکاک. قوه اصطکاک یا FAF، قوه اصطکاک یا فریکشن فورس. وقتی که یک جسم روی یک سطح مانده شود و این جسم توسط یک قوه کش شود به یک سمت، مثلا یک قوه F، قوه عامل، این را قوه عامل میگیم، قوه که سر جسم عمل کرده، عامل یعنی عمل کننده. این جسم رو میخواد طرف راست بکشانه و اثر تماس این دو جسم که روی سطح قرار داره یک قوه به میان میاد که قوه اصطکاک است. این قوه از کجا به میان میاد؟ وقتی که دو سطح در حالت تماس قرار میگیرن، مثلا این سطح کف دستم و این تخته پاک روی کف دستم حرکت میکنه، درشتی های کف دستم مانع حرکت تخته پاک میشه. یکی از چیزهای سوال های کانکور هم از قوه اصطکاک چی وقت به میان میاد؟ وقتی که یک جسم جامد سر جسم جامد دیگه حرکت کنه و یا جسم مایع و داخل بخش جسم جامد در داخل مایع حرکت کنه، اصطکاک به میان میاد. اگر تعریفه که قوه اصطکاک را کوتاه بنویسیم، قوه اصطکاک چیست؟ قوه است که مانع حرکت اجسام در حال تماس می شود، اجسام در حال تماس می گردد. یک قوه است که مانع حرکت می شود. مانع حرکت کدام اجسام؟ اجسامی که در حال تماس هستند. فرمول قوه اصطکاک FAF مساوی است میو ضرب FN. این فرمول قوه اصطکاک است. و این فرمول کمیت ها چیست؟ بیایم اینو تشکیل کنیم. خود FAF خود قوه اصطکاک است. تیره قبلا گفتیم قوه اصطکاک. خب قوه اصطکاک واحدش به سیستم اندازه‌گیری MKS چیست؟ واحد قوه اصطکاک به سیستم اندازه‌گیری MKS نیوتن است. دیگه میو اینجا چیست؟ میو ضریب اصطکاک است. ضریب اصطکاک به درشتی سطح بستگی داره، به خواص سطح بستگی داره که این سطح درشت است یا هم صاف است، سطحی که جسم سرش مانده شده. اگر سطح صیقلی باشه، چسبندگیش کم باشه، ضریب اصطکاک زیاد است. و اگر سطح صیقلی و صاف باشه، ببخشید صیقلی نباشه و چسبندگی داشته باشه، در اون حالت باز ضریب اصطکاک زیاد میشه. ضریب اصطکاک واحد نداره، یعنی یک کمیت بدون بود و بدون واحد است، واحد نداره. و FN چیست؟ FN قوه عکس العمل سطح یا قوه تکیهگاه است. FN قوه عکس العمل سطح یا قوه تکیهگاه، قوه عکس العمل سطح یا قوه تکیهگاه که واحد ای هم به سیستم اندازه‌گیری MKS نیوتن به CGS داین است که قوه FN را تحلیلش و روش محاسبه کردنش به ویدیوی چهارم و قوانین نیوتن، یعنی ویدیوی قبلی شما مطالعه کردین. خب اگر ویدیوی چهارم را ندیدین، به خاطر تحلیل FN اول ویدیوی چهارم را ببینین که FN یا قوه عکس العمل سطح خوب سعی یاد بگیرین. باز قوه اصطکاک را میتونین که سعیتر و خوبتر تحلیل کنین. اصطکاک انواعش را تشریح کنیم. اصطکاک به دو قسم است. انواع اصطکاک، اصطکاک به دو نوع است، یکی اصطکاک استاتیکی و دیگه اصطکاک دینامیکی. دو قسم اصطکاک داره. اصطکاک استاتیکی در حالت سکون موجود می باشه و اصطکاک دینامیکی در حالت حرکت موجود می باشه. به اصطکاک استاتیکی قوه عامل کمتر و یا مساوی با قوه اصطکاک است. یعنی اینجا شکل که دقت کنین خوبتر میفهمین مسئله را. مثلا شما یک سنگ کلان را میخواین حرکت بتین، روی سنگ کلان یک مقدار قوه وارد میکنین، قوه وارده شما که قوه عامل است کمتر از قوه اصطکاک است.
یعنی نمیتونه جسم حرکت بتن، جسم ساکن میمانه. اما اگر قوه وارده شما به یک جسم بیشتر از قوه عامل باشه، بخش بیشتر از قوه اصطکاک باشه، در این صورت جسم حرکت میکنه. وقتی قوه عامل بیشتر از قوه اصطکاک باشه، باز جسم حرکت میکنه. و اصطکاک که در جریان حرکت موجود میباشه، و اصطکاک میگیم اصطکاک دینامیکی. اصطکاک استاتیکی در حالت سکون موجود میباشه و اصطکاک دینامیکی در حالت حرکت موجود میباشه. ضریب اصطکاک استاتیکی بیشتر از ضریب اصطکاک دینامیکی است. ضریب اصطکاک استاتیکی رو میو اس و ضریب اصطکاک دینامیکی را و میو ان نشان میدن. خب از که اینجا بیم چند تا مثال کار کنیم. مثال اول، یک چیز دیگه، بروی یک سطح اگر آب ریخته شوه یا هم روغن ریخته شوه، اصطکاکش کم میکنه. سطح که لشون باشه اصطکاک کمتر میشه. مثلا با کانکور یک سوال آمده بود، دلیل استفاده کردن روغنیات در ماشین آلات چی میباشه؟ وقتی اجزای دو ماشین در حال تماس هستند، اجزای یک ماشین، دو جزء یک ماشین در حال تماس است سر یک دیگر، بین یار روغن بندازن که اصطکاک کم شود و انرژی که ماشین به مصرف میرسه او انرژی زایات نداشته باشه. مثال اول گفته نظر به شکل قوه اصطکاک را دریابید. نظر به شکل قوه اصطکاک را دریابید. چه قسم یک شکل است؟ یک شکل را داده روی یک سطح که ضریب اصطکاک سطح از 0.4، جسم با کتله چند کیلوگرم؟ با کتله 8 کیلوگرم مانده شده و این جسم را یک قوه 50 نیوتن به جانب راست کش میکنه. حالا ما قرار است که قوه اصطکاک را حساب کنیم. قوه اصطکاک فرمولش چیست؟ فرمول قوه اصطکاک ضریب اصطکاک ضرب عکس العمل سطح. قوه اصطکاک خیلی مساوی میشه به ضریب اصطکاک حالا عکس العمل سطح. وقتی که روی جسم قوه عمودی وارد نشده باشه، قوه عکس العمل سطح مساوی وزن است، فرمول وزن هم ام ضرب جی. خیلی قوه اصطکاک میشه ضریب اصطکاک به جای اف ان ام جی یا وزن را میمانه. دوباره تکرار میکنم، چه وقت ما میتونیم برابر با وزن بگیریم قوه عکس العمل سطح را؟ وقتی که روی جسم قوه عمودی وارد نشده باشه. اگر قوه عمودی وارد شود سر جسم، در اون صورت باز قوه اصطکاک مساوی نمیشه با قوه وزن. خب اون حالتا رو گفتم و ویدیو قبلی بود و سوالای بعدی هم میشه که در نظر بگیریم. خب ضریب چند است؟ ضریب اصطکاک واحدات کلش به سیستم ام کیس است نمینویسیم. ضریب اصطکاک 0.4. ضرب کتله جسم چند است؟ 8. ضرب جی تأثیر جاذبه زمین چند است؟ 10. 10 ضرب 0.4 که شود میشه 4. 4 ضرب 8 شود 32. خیلی قوه اصطکاک میشه 32 نیوتن. قوه اصطکاک است 32 نیوتن. این بود مثال اول. میشه که چند تا سوال دیگه از اصطکاک به این طرف کار کنیم. خب مثال دوم، مثال دوم بازم یک جسم است، کتله جسم است ای بار 5 کیلوگرم. یک جسم با کتله 5 کیلوگرم تحت تاثیر یک قوه قرار گرفته. قوه هست 100 نیوتن، بخشن 100 نیوتن زیاد میشه. قوه هست 50 نیوتن و زاوی قوه هم که با افق ساخت 37 درجه است. ضریب اصطکاک سطح هم 0.7 است. در این حالت سوال از ما دو چیز رو خواسته، نظر به این شکل قوه اصطکاک هم حساب میکنین و تعجیل حرکت هم حساب میکنین. خب این شکل ها اولین کار که انجام میتین شاگرد عزیز، وقت قوه عامل سر یک جسم عمل کرده بود، قوه عامل رو تجزیه کنین به دو مرکبش، نظر به محور افقی محور X و نظر به محور عمودی محور Y. این تجزیه میکنیم به دو مرکبش، مرکبی افقی FX، FX F ضرب کوساین زاویه 37 درجه و مرکبی عمودیش FY که FY هم F ضرب ساین 37 درجه است. خیلی FX و FY اول پیدا کنیم. FX مرکبی افقی مساوی میشه با خود قوه 50 نیوتن ضرب کوساین زاویه کوساین 37 درجه.
که 50 ضرب کوساین 37 کوساین 37 داره چند است؟ 0.8 50 ضرب 0.8 اشاریه برای 0 خلاص 8 5 40 نیوتن. 40 نیوتن اف ایکس میشه. اف وای را حساب میکنیم. اف وای اف ضرب ساین اف ضرب ساین 37 درجه است. اف وای خیلی مساوی است به اف مقدار قوا از 50 نیوتن ضرب ساین 37 درجه 0.6. 50 ضرب 0.6 بکنیم میشه 30 نیوتن. 30 نیوتن مرکبی عمودی قوا، 40 نیوتن مرکبی افقی قوا. خب حالا ما میخوایم اصطکاک اولا حساب کنیم. فرمول قوه اصطکاک چیست؟ قوه اصطکاک مساوی است به ضریب اصطکاک ضرب عکس العمل سطح. خب ضریب اصطکاک را داریم، اول باید عکس العمل سطح حساب کنیم. عکس العمل سطح اگر گفتیم روی جسم مثل سوال قبلی قوی عمودی وارد نشود، در اون صورت قوی عکس العمل سطح مساوی به وزن جسم است. اگر قوی عمودی وارد شود و قوی عمودی طرف بالا باشه، باز میشد قوی عکس العمل سطح وزن منفی قوی طرف بالا که اف وای است. وزنم ام ضرب جی، خی اف ان مساوی است به ام جی منفی اف وای. اف ان قوی عکس العمل سطح مساوی است به ام جی. ام کتله جسم، کتله جسم چند است؟ 5 کیلوگرم. ضرب جی 10 متر بر سکن مربع. جمع اف وای مرکبه عمودی، مرکبه عمودی اف وای چند شده؟ 30 نیوتن. جمع 30 نیوتن قوی طرف بالا. 5 بخشید منفی است، الان منفی است، منفی. اینجا من اشتباه کردم، منفی. 50 ضرب 10 بخشید 5 ضرب 10 50، 50 منفی 30 20 نیوتن. 20 نیوتن اف ان مش. اف ان که 20 نیوتن شو، حالا قوه اصطکاک رو راحتی میتونیم حساب کنیم دیگه. قوه اصطکاک مساوی میشه به ضریب اصطکاک. ضریب اصطکاک چند است؟ 0.7. 0.7 ضرب عکس العمل سطح اف ان 20. 20 نیوتن ضرب 0.7 که بکنیم اشاریه برای 0 خلاص 2 هفت 14 نیوتن. 14 نیوتن قوه اصطکاک که یک بخش سوال بود. بخش دیگه سوال را میریم کار میکنیم. بخش دیگه سوال چی را از ما را خواسته؟ چی را خواسته؟ تعجیل را خواسته. تعجیل چطور حساب میکنیم؟ تعجیل از روی قانون دوم نیوتن بلش میاد. تعجیل قانون دوم نیوتن تناسب قوا و شتاب که بود. F مساوی است به M ضرب A. در صورتی که چندین قوا سر جسم عمل کرده باشه، وقت مجموعه یا موصله قوا را میگیم. خب قوایی که سر جسم عمل کرده را تحلیل کنیم. وزن جسم است به طرف پایین به روی سطح. و دیگه قوه عکس العمل سطح است اف ان. قوه های عمودی هم دیگه را خنسا میکنن. قوه های طرف بالا اف وای و اف ان و قوه طرف پایین وزن هم دیگه را خنسا میکنن. قوه های افقی میمونه. قوه افقی طرف راست منفی قوه اصطکاک سمت چپ. قوه های مخالف را از هم دیگر تفریق میکنیم. ویدیوی دوم قوانین نیوتن است فکر کنم، یا ویدیوی اول است. قوه که مخالف باشه و را تفریق میکنیم از یک دیگر. خیلی به جای F دو قوه چون سر جسم ها، قوه عمودی هم دیگر خونسا کرد، این سه تا، تنها دو قوه افقی ما، قوه اصطکاک و قوه FX طرف راست، خیلی ها را از یک دیگر تفریق میکنیم چون مخالف الجهت هستن. FX طرف راست منفی FF سمت چپ مساوی است به M ضرب A. FX چند است طرف راست؟ FX رو حساب کردیم 40 نیوتن. 40 نیوتن منفی اف اف قوی اصطکاک چند دست آوردیم؟ 14 نیوتن مساوی به ام کتله جسم چند است؟ سوال داده 5 کیلوگرم. ضرب تعجیل ای نامعلوم. از 40 که 14 کم شد چند میمانه؟ 26 نیوتن مساوی است به 5 کیلوگرم ضرب ای. هر دو طرف معادله را تقسیم به 5 کیلوگرم میکنیم. 5 کیلوگرم با 5 کیلوگرم اختصار میشه. 26 تقسیم به 5 هم میشه 5.2 واحد متر بر ثانیه مربع. این بود سوال دوم. سوال دوم ما. خب یک سوال دیگه هم از اصطکاک کار کنیم که وزن و بعدی قوه را تشریح کنیم. بخیر مثال سوم از درس قوه اصطکاک. ما یک کتله یک جسم کتلش ام هست 7 کیلوگرم، رویش قوه 50 نیوتن افقی وارد شده. قوه عامل و سوال گفته که افقی است، یعنی قوه که سر جسم عمل کرده 50 نیوتن و افقی است. این قوه
خوی پنجم نیوتن افقی سر جسم عمل کرده، جسم با سرعت ثابت میگه حرکت میکنه. جسم با سرعت ثابت حرکت میکنه. در این حالت میگه ضریب اصطکاک را حساب کنید. در این حالت ضریب اصطکاک را به دست آورید. ضریب اصطکاک را میگه به دست بیارن. خب ما ضریب اصطکاک را حالا پیدا میکنیم. چطور ضریب اصطکاک را پیدا کنیم؟ اولا یادتان باشه که اگر سرعت جسم ثابت باشه تعجیل صفر است. خب سر یک جسم است، روی سطح افقی مانده شده، قوه عامل افقی وارد شده، مقدار قوه هست 50 نیوتن، کتله جسم است 7 کیلوگرم. ضریب اصطکاک سوال از ما خواسته، خود طبعا چون ضریب اصطکاک خواسته ما اینجا قوه اصطکاک هم داریم که مانع حرکت میشه. جسم قرار است طرف راست حرکت کنه، قوه اصطکاک مانعش میشه. سوال گفته سرعت ثابت است. سرعت که ثابت باشه، وی که کانستانت باشه، در این حالت تعجیل صفر است. خب تعجیل را از کجا، رابطه تعجیل را داریم یا تعجیل چطور میفهمیم؟ تعجیل را از روی قانون دوم نیوتن F مساوی به M ضرب A تحلیل میکنیم و مجموعه قواهایی که سر جسم عمل کردن باز هم دو قوه افقی است، وزن و قوه عکس العمل سطح هم دیگر خونسا میکنن، یا چون با هم مساوی هستند به حالت دو تا هم دیگر خونسا میکنن. خیلی قوه طرف راست F منفی قوه طرف چپ FF مساوی است به M ضرب A. M ضرب A صفر میشه دیگه، چون A صفر است، تعجیل صفر است. منان اگر که M ضرب A صفر شد و FF هم ماهو طرف رو بریم، قوه اصطکاک مساوی میشه با قوه عامل. و فرمول قوه اصطکاک چیست؟ میو ضرب FN. و جای FN هم چون قوه عمودی سر جسم عمل نکرده، ما میتونیم که چی بگیریم؟ وزن را در نظر بگیریم. خب پس قوه عامل سر جسم چند است؟ قوه عامل 50 نیوتن. 50 نیوتن میگه مساوی است به ضریب نامعلوم و به جای FN وزن را میگیریم. یه مدر است FN است اگر. FN و وزن وقتی که قوه عمودی سر جسم عمل نکرده باشه با هم یکسان هستند. خیلی 50 نیوتن مساوی است به ضریب نامعلوم M ضرب G کتله را چند داده؟ 7 ضرب 10 70. 70 نیوتن میشه. هر دو طرف معادله را تقسیم 70 نیوتن میکنیم. شاید بگوین استاد M ضرب G 70 نیوتن از کجا شده؟ این از اینجا کتله 7 کیلوگرم، جی تعجیل جاذبه زمین هم 10، 7 ضرب 10 70. هر دو طرف معادله را تقسیم 70 نیوتن میکنیم. 70 نیوتن با 70 نیوتن به طرف راست اختصار میشه، ضریب اصطکاک میمانه. 50 تقسیم 70 میشه 5 بر 7. واحد هم نمیداشته باشه، 5 تقسیم 7 هم تقریبا 0.7 میشه. 0.71 اگه اشتباه نکنم. خیلی ضریب اصطکاک 0.71. این جواب مسئله سوم. ویدیو بعدی رو بخیر وزنه بعدی قوه ارتجایی، قوه جاذبه و یارم بخیر تشریح میکنیم با قوه مقاومت هوا. وقت خوب و خوش داشته باشین. موفق باشین.